سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم در روزهای گذشته یک خبر در رسانه ها منتشر شده سعی کردیم در سه بخش در سه تا ویدیو جزئیات مختلفی رو پیرامونش امروز با هم دیگه بررسی بکنیم در شبنامه امشب میخوایم به یک سوال بپردازیم مرگ ملکه انگلستان و جایگزین شدن شاهزاده 73 ساله چه اثراتی رو میتونه بر خود کشور انگلستان و بر کشورهای جهان داشته باشه ما وقتی که از کشورهای دنیا صحبت میکنیم ممکن هست یک ابهام در ذهن بعضی ها پیش بیاد با خودشون میگن که خب مگه چقدر وزن میتونه بر روی دنیا داشته باشه من فکر میکنم اگر این بخش رو بخوام خدمت شما توضیح بدم باید برم بحث کشورهای مشترک المنافع رو کامل برای شما باز بکنم از یک جمعیت 2 میلیارد و 500 میلیون نفری که اینها مستعمره ای انگلستان بوده و همچنان بعضی هاشون هستن و یک سوم خاک کره زمین رو تشکیل میدن باید بیام پیرامون اینها برای شما صحبت بکنم تا متوجه بشین از چه مسئله داریم صحبت میکنیم سعی میکنم بخشیش رو امشب با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم من تا قبلش یه نکته خیلی مهم رو میخوام یادآوری بکنم مرگ ملکه انگلستان به اعتراف خیلی ها در بدترین موقعیت ممکن برای این کشور اتفاق افتاده چه به لحاظ سیاسی اگر بخواید در نظر بگیرید چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ اجتماعی شما اگر نگاهی به وضعیت کشور انگلستان و اعتراضاتی که در این هفته ها باش روبرو بودن در حوزه اجتماعی و اقتصادی اگر بندازین و همچنین یه نگاهی بندازیم به وضعیت این کشور در حوزه سیاسی تغییر قدرتی که اتفاق افتاد فکر کنم دو سه روز قبل از اعلام خبر مرگ الیزابت بود که انتقال قدرت به نخست وزیر جدید انگلستان اتفاق افتاد خب همه اینها نشون میده که اون فضایی که این ماجرا درش اتفاق یک فضای کاملا ملتهب هست یه نکته داخل خدمت شما ارزو کنم به لحاظ م... معیشتی هم اگر بخوایم بررسی بکنیم ما الان وقتی از انگلستان صحبت میکنیم از کشوری صحبت میکنیم که به لحاظ اقتصادی مردمش با چالش های بسیار زیادی روبرو هستن بخشش رو در حوزه رسانه دارن سانسور میکنن بخشش اصلا به حوزه رسانه نمیکشه فضا انقدر درگیر دیگر کشورها هست که اصلا فرصت نمیشه کسی بخواد به این بپردازه من ساده خدمت شما عرض کنم اون چیزی که ما از رفتار رسانه انگلستان میبینیم یک کشوری است که به ظاهر آرامه ولی در حوزه رسانه رفتار کاملا تهاجمی نسبت به دیگر کشورها داره شما نگاه میکنی بی, بی سیش در حوزه فارسی مدام در حال به چالش کشیدن افکار ایرانه در دیگر بخش ها مشابه همین رفتار از رسانه های این کشور میبینیم یعنی شما اصلا فرصتی نمیبینید که کسی بخواد داشته باشه درباره اینها وقت بذاره صحبت بکنه یا حقایق اینها رو به تصویر بکشه چون مدام یک حالت تهاجمی رو نسبت به دیگر کشورها در حوزه رسانه با یک ابزاری به نام BBC تلاش کردن که حفظ بکنن بریم فضا رو با هم بررسی بکنیم خبری که این روزها در رسانه ها منتشر شده اشاره میکنه به اینکه وضعیت در داخل خانواده سلطنتی مثبت یا منفی اگر تغییر بکنه اثرات مستقیم بر جامعه انگلستان داره من اگر بخوام مثال بزنم باید برگردیم به سال 92 زمانی که نوه ملکه انگلستان به دنیا اومد یک جشنی برگزار کردن که کمی تا حدودی با اعتراضهای همراه شد این جشن چیزی در حدود 243 میلیون دلار برای اینها هزینه داشت یه لحظه تصور بکنید یه جشنی در ایران برگزار بشه مثلا فرزند فلان مسئول به دنیا اومده بگن آقا همین امروز برای ایشان 243 میلیون دلار میخوایم هزینه بکنیم جشن برگزار بکنیم عجیب غریبه دیگه درسته این خانواده مگه چه چیزی داره که باید نساد به بقیه در این صد متمایز باشه بیایم جلوتر جشن هفتاد سالگی ملکه انگلستان رو شما وقتی نگاه میکنید همین چند وقت پیش جشنی که برگزار کردن یک میلیارد دلار برای مردم انگلستان هزینه داشته ببین قدرتی که از استفاده یا تشریفاتیه یا تشریفاتی نیست اگر تشریفاتیه چرا شما وادار هستین انقدر براش هزینه صرف کنی. من اینو دارم یادآوری می‌کنم چون امروز دوستان اصلاح طلب ما بعضی هاشون به سراحت مطرح میکنن در ویدیو سوم امروز یادآوری کردم بعضی از دوستان ما که اصلاح طلب بودن رفتن در حزب کارگر انگلستان اونجا فعالیت هایی داشتن الان هم علیه سلام های جریان انقلابی هن. یعنی شما نگاه میکنید یعنی حزب های شما ریشدار های شما به اسم اینها قسم میخورند آدم های قهار گردن کلفتی داری توییتری هاشون هم را افتادن پشت سرشون کسی جرئت نمیکنه درباره این افراد صحبت بکنه چرا چون اینا دارن محافظتشون میکنن من دارم از افرادی صحبت میکنم که این روستا شدن عزیز دل جریان انقلابی و از مشروطه حرف میزنان کسی هم نمیفهمه مشروطه یعنی چی این داره خلاصه ای حرفی که به شما غالب میکنه اینه که آقای خامنه ای باید خل اصلاح بشه بشه یه چیزی مثل ملکه انگلستان هرچند ملکه انگلستان ابدا خل اصلاح شده نیست ما از فردی صحبت میکنیم که به شدت نفوذ و اثر بر کشور انگلستان داره ولی میخوام خدمت شما برسونم که بازی آنها پیچیده و هماهنگ و هوشمندانه است منتها تصمیم گرفتن که از بلندگوهای جریان انقلابی هم این صدا رو مطرح بکنن برگردیم به بحث خودمون نکته که من میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه پس ظاهرا این ملکه همچین هم اون مقامی که داره و اون چیزی که در اختیارش هست و دوستان غربگرای ما بهش اشاره میکنن فرمایشی نیست اگر فرمایشی باشه طبیعتا یک میلیارد دلار برای هفتادمین سالگرد سلطنتش هزینه نمیشه اونم در حالی که بخشی از جامعه انگلستان به همین عدد به شدت نیاز داره دوستان عزیز این که تأکید میکنم که مرگ که اتفاق مثبت در خاندان سلطنتی همه همه چیز مردم انگلستان اثر داره فقط محدود به همین قضیه نمیشه الان که من دارم با شما صحبت میکنم بحثای پیرامون این مطرح هست که سرود ملی مردم انگلستان هم به زودی تغییر خواهد کرد یک سرود جدیدتری که در اون دیگه درود بر ملکه نمیفرستن بلکه بخش های معنس سرود رو حذف کردن بخش های دیگری رو جایگزین کردن بچه اساسی انتخابات برگزار کردید که یه نفر تغییر کرد و این کار انجام نه یه خانواده سلطنتی یکیشون رفت یکی دیگهشون اومد به خاطر همین به این جمعنده رسیدیم که سرود یک کشور باید تغییر بکنه بریم فضا رو بررسی بکنیم فارغ از همه اینهایی که خدمت شما توضیح دادم ببینیم در حوزه سیاست داخلی و حوزه سیاست خارجی این اتفاق چه اثراتی بر کشور انگلستان میتونه داشته باشه ما در حوزه سیاست داخلی شاهد فردی هستیم که رسانه های انگلستان در این سالها کوشیدن که این آدم رو به عنوان یک شخصیت مؤثر در حوزه مدیریت بحران های سیاسی معرفی بکنن حالا شما این رو مقایسه بکنید با فردی که جای او به قدرت رسیده فردی که در حوزه زندگی شخصیش هزار یک شبه مطرح کردن به شدت این شبه ها منفورش کرد و مرگ مشکوک همسرش همسری که حرفای خیلی خاصی داشت در بایش میزد این فرد یک بحث دیگه ای هم در پروندهش هست که من مفصل خدمت شما رو امروز طولانی توضیح دادم اون هم مبالغی هست که افراد عجیب و غریبی از القاعده بگیرید تا قطری ها به حساب این آدم واریس کردن خب در قبال اون آدمی که تا حدودی رسانه های انگلستان تلاش میکردن یک جایگاهی براش تعریف کنن حالا کسی به قدرت رسیده که ابدا همچین جایگاه و همچین محبوبیتی نداره شما اگر برنامه های که این چند روزه در سود اینترنشنال و بی بی سی و امثال پخش میشه یه نگاهی بندازید می‌بینید که وقتی درباره پادشاه جدید میخوان صحبت بکنن خیلی منومن من میکنن خیلی تلاش میکنن این کلمه که اون منفور هست یا محبوبیت نداره رو مطرح نکنن ولی مثلا در صحبتشون به این اشاره میکنن که خب نفر قبلی جایگاه قابل توجهی در افکار عمومی داشت ولی ایشان اون جایگاه رو نداره خب این بحثا داره در حالی اتفاق میفته که شما در داخل جامعه انگلستان بخشی رو میبینید که هم در بین سیاست هم در بین غیر سیاسی ها دارن تاکید میکنن برای اینکه ما باید حرکت بکنیم به سمت جمهوری آقا مگه فرانسه چه ایرادی داره فرانسه جمهوری شد آسمان به زمین اومد آلمان جمهوری شد قرآن خدا غلط شده ما هم میخوایم جمهوری بشیم مشکلش چیه ببین تو فضایی که این صداها داره شنیده میشه اگر این صداها بلند بشه تو در دنیای سیاست در داخل کشور خودت با اینکه اختلافی روبرو میشی چه کسی باید این اختلاف رو مدیریت بکنه اگر در ایران باشی ولایت فقیه خیلی مشخصه ولایت فقیه آمده است که اینجا من معذرت میخوام انقدر بگم میگم اهانت شنونده ای داستان باشه اشکال نداره همه فوشا بیاد سمت من بذارید همه بگن این دیکتاتوره هیچ مشکلی الان فضا باید مدیریت بشه ولو اینکه من بدترین تصمیم رو بگیرم رو این تصمیم نباید بمونه باید ازش عبور کنیم ولو اینکه بدترین تصمیم گرفته بشه چون باید جامعه رو از این ماجرا عبورش بدیم جامعه ما باید یک تنظیمگر و یک کنترل کننده که بتونه روابط ها رو مدیریت بکنه روابط چهرهای سیاسی رو مدیریت بکنه فصل خطاب باشه همچین چیزی باید داشته باشه من تو ایران ولت فقیه دارم آمریکا مدلش نداره انتخابات برگزار میکنه دو طرف پیروز انتخابات میشن تو سر هم میزنن رئیس جمهور تو قدرت اکانت توییتریش با ده میلیون فالوور مجبوری هست کنی ساکتش بکنی به حاشیه ببری و همچین چیزی نداره انگلستان مشابهشو داره خب ملکه در حالی اعتبار داشته جایگاه داشته همه اینها رو از دست داده فرد دیگری آمده که اینو نداره اگر نتونن برای این فرد اعتبار بسازن در حالی که بخشی از جامعه انگلستان داره حرفهایی پیرامون جمهوری مطرح میکنه آینده این کشور میتونه با چالش های روبرو باشه دوستان ممکنه بعضی ها بگن خب نظر قطعی اینجا باید بری دیگه یه نظر قطعی بده که اصلا این آینده میتونه مبهم باشه یا نه من ساده خدمت شما عرض می‌کنم اولا برای اینکه بتونم دقیق خدمتتون بگم که فضایی که ترسیم کردم میتونه یک بحرانی رو در سیاست داخلی انگلستان نشون بده باید اشراف داشته باشم به این جامعه باید اونجا زندگی کرده باشم باید حقایق دقیقی از اونجا به گوشم رسیده باشه که خب هیچ کدوم از اینها در خصوص کشور انگلستان وجود نداره و مهمتر از همه اینها من این رو نمیدونم که بی بی سی و رسانه‌های انگلستان افکار عمومی رو به نفع این پادشاه جدید میتونه مدیریت بکنه یا نه که اگر بتونه مدیریت بکنه طبیعتا همه هایی که داریم پیرامونش بحث میکنیم با کمک ابزاری به نام رسانه تا حدود به زیادی مدیریت خواهد شد ولی این چالش هایی هست که به اعتراف خیلی ها انگلستان در حوزه سیاست داخلی به شکل ویژه‌ای شروع روبرو خواهد بود بحران های اقتصادی و اجتماعی که جامعه انگلستان رو هم درگیر کرده این ماها هم به شدت اوج گرفته از جمله اعتصاب های 20 سابقه ای که وقتی میگم 20 سابقه یعنی شما تصور کن در 34 سال گذشته یعنی کشور بی سابقه بوده در همین هفته های اخیر شاهدش بودیم میتونه اثراتی بر وضعیت این کشور در حوزه که خدمتتون عرض داشته باشه یارو گوشه زنتون داشته باشید بریم یه خورده فضا رو فراتر بکنیم در حوزه سیاست خارجی هم یک اتفاقی میتونه بیفته که شبیه به همین اتفاقیه که در داخل برای شما توضیح دادم ما با کشورهای روبرو هستیم که این کشورها به عنوان کشورهای مشترک المنافع شناخته میشن چیزی در حدود 54 تا 56 کشور الان من شک دارم عدد دقیقش رو بخوام به شما بگم که این کشورها بخش قابل توجهیشون این روزها از استقلال و جدا شدن به معنای واقعی کلمه از انگلستان دارن صحبت میکنن بعضی هاشون حتی فراتر میگن اصلا همه اینها به کنار اینливо... ما باید قرامت بگیریم از انگلستان ما مستمره انگلستان بودیم یکی دو هم نیستیم دو میلیارد و 500 میلیون نفریم ده میلیون نفر از کشورهای آفریقایی برداشت آورده 600 هزار نفرشون رو مثلا یه یعنی نمونهش جامایکا که خیلی داره داد و فریاد میکنه 600 هزار نفرشون رو در کشور ما مستقل کرده اینا آواره شدن بیچاره شدن بدبخشن خسارت باید بده قرامت باید به ما پرداخت کنه بعضی های دیگرشون هنوز به این نقطه نرسیدن مثلا کشور استرالیا و کشورهای مشابه اینا هنوز به همچین وضعیتی نرسیدن آخرین سنجی که فکر میکنم در استرالیا برگزار شده نشون میده که بیش از 70 درصد تا 80 درصد اصلا نگاه مثبتی به مسئله استقلال ندارن همین وضعیت کنونی رو باش موافقن ولی به حجت اعتصابات و اعتراضات ده هزار نفری رو در همین کشور شاهد بودیم که بخشی از اینها خلاصه حرفشون اینه چرا روز ملی کشور ما باید روزی باشه که انگلستان اومده این کشور رو اشغال کرده جنایت کرده خیلی ها به کشتن داده متوجه منظورم هستین یعنی در همین 54 تا کشوری که داریم ازشون صحبت میکنیم و چیزی در حدود دو میلیارد و 500 هزار نفر جمعیت هم دارن چالش از این دست داره به وجود میاد بعضیشون مانند جامایکا و کشورهای حوزه کارایی به سراحت دارن از استقلال صحبت میکنن به سراحت از قرامت گرفتن از انگلستان دارن صحبت میکنن بعضی های دیگه زمزمه هایی از اینجا که در کشورشون شنیده میشه حالا شما باز برگردید به اون نقطه ای که خدمت شما عرض کردم در چنین شرایطی شما به یه نفر نیاز داره که فصل خطاب باشه ملکه انگلستان همچین جایگاهی داشته من فکر میکنم که فارغ از اینکه داشته است یا نه باید اعتراف کنیم که رسانه هاشون تلاش کردن براش بسازن ببین طرف مرده عکس و فیلم ازش بخش میکنن که تص... تصاویری منتشر شده است که نشان می چهره او در ابرها دیده شده همین الان من و شما با رفقای خودمون دعوا داریم تو فضای فاز زبان بعضی هم میگن که آقا این انقلابیا ها آدمای متوهمی هن. میگن دوران انقلاب عکس امام خمینی توی ماه بوده بعد انقلابیا میگن آقا ما متوهم نیستیم این فیلمشه خود ساواک رسما اعتراف کرده که این دروغو من ساختم ببینید من صحبتم چیه اصلا فارغ از اینکه این داستان راست باشه یا دروغ منو شما داریم سر داستانی دعوا میکنیم که مال 40 سال پیشه چهل سال پیش داریم بررسی میکنیم که اون راست بوده یا نه ما چهل سال پیش متوهم بودیم یا نه همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم انگلستان این توهمو داره این ماجرای احمقانه و چیپ رو داره چرا چون میخواد او را مقدس جلوه بده چون میخواد او را به جایگاه بده چون میخواد به اون محبوبیت بده نفر جدید این رو داره خیر این آدمی که الان جدید به قدرت رسیده است تا اینجای داستان همچین چیزی رو نداشته پس این در مدیریت آن چیزی که کشورهای مشترک از انگلستان میخواهند و انتظار دارن هم میتونه اثراتی داشته باشه من طولانی ترش نمی کنم بخوام طولانی تر بکنم باید دونه, دونه برم این کشور رو توضیح بدم اسکاتلند و وضعیتش رو توضیح بدم کانادا رو توضیح بدم یه چیز جالب من بهتون میگم احتمالا بعضی از شما در جایی هستین که اسکناس های بخشی از این 54 تا کشور که به شما گفتم اینا هم تغییر خواهد کرد یعنی اینا از جمله کشورهای هستن که روی اسکناسشون تاثیر ملکه دیده میشه حالا بعد تغییر بکنه تاثیر شاهزاده دیده بشه البته اینم یادآوری بکنم چیزی که من دیدم بعضی از رسانه‌ها گفتن اشاره داشت اینکه این دو سال طول میکشه یعنی این بنده خدا 73 سال تحمل کرد شاه بشه دو سال دیگه باید تلاش بکنه زنده بمونه که عکسش بره روی این اسکناسا یعنی yani در این حد حتی رو جزئی ترین چیزی که در این کشورها وجود داره همین ماجرا اثر داره مفصل تر نمی کنم ماجرا رو سعی کردم یک ترسیمی برای شما انجام بدم از آن چیزی که این روزها پیرامون کشور انگلستان در جریان امیدوارم که کامل و جامع بوده باشه دوستان عزیز ما امروز چهار تا ویدیو به طور کامل اختصاص دادیم مسئله انگلستان از حواشی و چیزای این شکلی اومده صحبت کردیم تا رسیدیم به آیندهش دیگه با اجازه دوستان خودم از فردا به مسئله انگلستان و آن چیزی که رخ داد نخواهیم پرداخت و روند برنامه خودمون رو عادی خواهیم کرد اگر نکته داشتین حتما در قالب پیام برای من بفرستین خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر